میدهد. ببین پس CBF یعنی سربرو بلاد فلو، تی او پنت ها سربرو بلاد فلو ده کم میکنه. چرا؟ چون های پتانسیل های لیپوفیل وارد سربرو بلاد برین بریر میشه، خون رسانی به اونجا رو کم میکنه. پس تی او پنت ها اگه میخوای جرای مغز بکنه استفاده کن. درسته؟ اتو میدهید که هیچی، کتامین سربرو بلاد فلو رو زیاد میکنه. بعد این اتو دولاک، این کتورولاک، اینا انسایدن کوکس تو پریفرنشیالن، ولی این جنرال آنستتیکه. قبول؟ حالا میریم سر این کاشیا. این کاشیا گفته هموستازی است. بگو. نه بابا. پنج تا کاشی؟ چهار تا. هموستازی است. آنتی ترومبین 3 کیه؟ آنتی ترومبین 3 سرین پروتئید کاسکید داره که اون فاکتوری که تاش رو سرین داشت که کربوکسیله میکردیم و کار رو انجام میده. سرین پروتئید کاسکید داره. کلسیوم دیپندنت ها کیان؟ فاکتور 10 11 اکتیو، 9 اکتیو رو 10، 8 اکتیو رو 10، 10 اکتیو رو 2. هان داره کسکید هم میگه کلسیوم دیپندنت ها رو. ببین ویتامین کا دیپندنت 2 7 9 10. ویتامین کا دیپندنت راحت، اما کلسیوم دیپندنت ها 9 اکتیو که میاد 10 رو فعال میکنه، 8 اکتیو که میخواد 10 رو فعال کنه و 10 اکتیو که میخواد 2 رو فعال کنه. 7 اکتیو 8 7 5 6 7 7 7 اکتیو که میخواد 10 رو. ببین کیا 10 رو میخوان اکتیو کنن؟ 7 و 9. 7 و 9 اکسیرینسی که 7 اینترنسیک، 7 و 9 که ویتامین کا دیپندنتن، کلسیم دیپندنتن مثلا، و 10 اکتیو میخواد که 2 رو فعال کنه، بازم چیه؟ کلسیم دیپندنت. هموفیلی A کدوم فاکتور نیست؟ 8. هموفیلی B کدوم فاکتور نیست؟ نو. به هموفیلی B میگن کریسمس دیزیز. ویتامین K اسم دیگهش هست منادیول که با سودیوم فسفیت میاد و واتر سلوبله. ویتامین K اسم دیگهش منادیوله با سودیوم فسفیت میاد واتر سلوبله. واتر سلوبله. چجوری میدونی لوکالی جلو خون ریزی ها بگیری؟ با اسپونجستان. بگو اسپونجستان. اسپونجستان یه جور اسفنجه که مواد کلاتینگ آینا دار. با ترومبین پاودر، با پودر ترومبین، با آدسترینجنت نازو کامتور آلوم، نازو کانترکتور و آدرنالین. آلوم که بود سولفات کال، پوتاسیوم، آلومینیوم، سولفیت، شیش آبه، آدرنالین، آسترینجنت ها، بس لوکالی با اسپونجستین، با ترومبی پاودر، با آسترینجن، آلوم، آدرن. با سیستمیکا چجوری میتونیم سیستمیک جلو خون ریزی بگیریم؟ با پلاسما پریپریشن. مگو؟ پلاسما پریپریشن؟ در واقع فرش پلاسما میدادیم، چون فرش پلاسما پلاتلت زیاد داشت. آره فرش پلاسما نه، فرش پلاسما پلاتلت زیاد داره، باعث لخته میشه. آره دیگه، ما خون جلو خون ریزی بگیریم، درسته. تیسیتی کنکریت یعنی چی؟ تیسیتی کنکریت ترومبوسایت تایم؟ نه، ترومبوسایت تایم. آره ترومبوسایت تایم دیگه. کنکریت این اصلا یادم نیست. کوگولیشن فاکتور ها، کوگولیشن فاکتور تو خون من میاد، ویتامین کا بدیم و اتامزیلات. اتامزیلات این چی بود؟ این اتومیداته، اتومیداته، این اتامزیلاته. اتامزیلات. بعد گفته که اینگریز تی سی دی، اینگریز کپیلاری رزیستنس، ترومبین کلاتینگ تایم، ترومبوسایت نه، این ترومبین کلاتینگ تایم کنگرته. ترومبین کلاتینگ تایم زیاد میشه، کپیلاری رزیستنس زیاد میشه. آنتی فیبرینولیتیک هم تموم شد دیگه، تا اینجا جلو خوریزی بگیریم. هموستازیز. حالا کیا فیبرینولیز میکردن؟ ترانکسامیک اسید، اپسیلون آمین و کاپرویک اسید، آپروتینین. ترانکسامیک اسید، کاپرویک اسید. میونم پلاسما به پلاسمونوژن دیگه نمیذاشم پلاسمونوژن اکتیو بشه فیبرینولیز کنه. آفرین. پس ترانکسامیک اسید، اپسیلون آمین و کاپرویک اسید که اینهیبیت میکنن پلاسمینوژن رو
وقتی پلاسمینوژن اینهیبیت بشه پلاسمین ساخته نمیشه. کار پلاسمین لیز کردن فیبرین ها بود. حالا که پلاسمین نیست فیبرین لیز نمیشه. اینهیبیت پلاسمینوژن اکتیویشن. آپروتینین گفته هایپر پلاسمینمیا. در کسی که پلاسمینش اصلا کلا زیاده هایپر پلاسمینه میتونیم آپروتینین بدیم. اینا اسمش سخته. ترانکسامیک. آمینوکاپروئیک انوکساپارین، دالتپارین، فونداپارین، فونداپارینوکس بازم داشتیم انگار. نه اینا لو مولکولار ویت هپارین. خب لو مولکولار ویت هپارین بیشتر فاکتور 2 رو اینهیبیت میگرد تا فاکتور 10، ولی هپارین فاکتور 2 و 10 رو به یه نسبت، به یه قدرت اینهیبیت میکرد. آره هپارین لو مولکولار بیشتر فاکتور 2 رو. بعد فوند نه اون فاکتور 2 و 10 که مال چیز بود، این بیشتر به ترومبوکسان به میبخشید به چیز به فاکتور 2 فاکتور 2 و 10 ولی من اینا دبیگاتران و ریواروکسابان فاکتور نه اینا فاکتور 2 اونلی و 10 اونلی هم اینا هم بودن که وقتی که شکل رو میکشید میگفت این فاکتور مثلا 10ه بعد این فاکتور 2ه بعد لومکولا به هپارین کوچولو بود ولی هپارین گنده بود دورش. پس نمیتونست به آنتیترومبین بس کشه یا باشه آنتیترومبین روش چرا بکار... آنتیترومبین هم باید حتما باشه. بگی اینو یه لحظه بگی تا بهت نشون. یاران چه غریبانه رفتن از این خانه، فردا روز محشره خرداغ می کنن وسط امتحان. هپارین، انوکساپارین، انوکساپارین، دالتپارین، تیزاناپرین، داناپروئید، فونداپارینوکس. ببین شکلا بذار نشون بده. ببین این خود هپارینه قبول؟ این لو مولکولار بیت هپارینه. ده و بیشتر از دو، مگه ده عدد گنده تری از دو نیست؟ ده آنتیترومبینسه همه جا از خط مشکیه. آنتیترومبینسه کن آنتیترومبینسه خط مشکل. حالا لومروکولار بیت هپارین نگاه چه خوشگل با 10 کامباین شده، اما ترومبین گنده تره. میبینی ترومبین ترومبین گنده تره، زیاد با این پرفیشیال نیست، ولی هپارین فاکتور 2 و 10 رو به یه نسبت میبینی مساوی چیز میکنه. مساوی چیز میکنه آه. ولی این یکی 10 رو بیشتر از 2 نمیبینه. لومولکولار بیت هپارین فاکتور 10 و بیشتر، ولی بگم به ترومبین هم نمیتونه باند بشه. این هپارین به ترومبین هم باند شده، ولی این لومولکولار بیت ترومبین هم نشون ما بده. ترومبین اینجاست، بهش باند نشده دیگه. آ نشده، فقط به این باند میشه. اینجا هم همینطوره. فقط ببین نه ببین داستان اینه که ترومبین دو تا ساب دو تا جایگاه داره. دو تا داره. اما ترومبین چون دو تا جایگاه، این فقط یکیشو پر میکنه. اما فاکتور 10 از اول هم یه جایگاه داشته. در واقع هپارین یه تیکه زیادی بوده. حالا فونداپارینوکس نگاه کن، اینجا فونداپارینوکس فقط فاکتور 10 اکتیو، اونلی آنتی 10. این فونداپارینوکس فقط فاکتور 10 ده. حالا ببین شکل بعدش هم بود. دبیگاتران ببین دبیگاتران فقط فاکتور 2 رو داره فعال میکنه. ریواروکسابان فقط فاکتور 10. نه اینجا پایده ریختی قاشقه افتاد. حالا ببین اینجا رو هپارین، انوکساپارین، دالتپارین، فونداپارینوکس که فونداپارین سینتتیک پنتاساکاریده دیگه، لو مولکولار ویت هپارین نیست فونداپارینوکس. فونداپارینوکس سینتتیک پنتاساکاریده. خلاصه اینا همه اکتیویشن آف آنتی ترومبین سه رو میکنن و دیگه قدرتشون هم که متوجه شدی. لو مولکولار ویت هپارین نو باند تو ترومبین دو
یه دیگه دوی اکتیو ها یعنی باند شد آمودا یک کوچولو و خیلی کمی نیریتش میکنه بیشتر ده هم اکسل اونم به دو باند نشد چرا شد ببین باند شد یک کوچولو باند شد نرف این بالا اینجا باند شد بالاتر نه خب به آنتی ترامین سه باند شده به خود ترامین اصلا باند نشده خب اینجا هم داره فقط آنتی ترامین سه باند شده بچه این یه جایگاه داره مشکل نیست نو پرابلم بعد میگه که پروتامین گفتیم پلی‌پپتیدی که بار مثبت داره آنتاگونیست هپارینه که بار منفی داره یعنی کیمیکال آنتاگونیسته داناپروئید لو مولکولار ویت هپارینه میکس هپارین چی؟ درماتو کاندیشن درماتو کندرویتین داناپروئید لومولکولار هپارین میکس هپارین در ماتو کندرویتین در HIT استفاده میشه آها در هپارین ایندیوس ترومبوسایتوپنیا اگه هپارین ایندیوس کرده شه ترومبوسایتوپنیا هیت شده باشه اون وقت داناپروئید میدیم ترومبوسایتوپنیا چی بود؟ ببین اگه ترومبوسایتوپنیا تعداد پلاتلت‌ها کم شده باشه یعنی خیلی زیادی کم کرده دیگه پلاتلت‌ها رو وقت بعد داناپروئید بدیم که داناپروئید یه لو مولکولار ویت هپارینه همین دیگه کمک میکنه دیگه داناپروئید من اینجا نداشتم داناپروئید چرا دیگه داشتیم داناپروئید اینجا چی نداشتم داناپروئید کوش is a partially depolymerized mixture of heparan sulfate و dermatan sulfate از هپاران این هپارین نی میکس هپاران و درماتان و کندروتانه میگه که میکسچر آف هپاران سولفات درماتان سولفات و کندرویتین سولفات هپاران سولفات بگو درماتان سولفات کندرویتین سولفاته بعد that like low molecular weight heparin inhibit factor 10 active more than thrombin و در اینجا تازه اضافه تر گفته معلم که برای هپارین ایندیوس ترومبوسایتوپنیا استفاده میشه چون داناه میگه درسته هپارین ترومبوسایتوپنیا ولی من دانا هم زده ویتامین که آنتاگونیست کیه وارفارین دیکومارول آسنو کومارول بگو وارفارین دیکومارول و آسنو کومارول نو گاما کربوکسیلیشن آف فاکتورز ویتامین کا ریدوکتیز تراتوژنیک حالا دیگه بسیم وارفارین نباید بدیم چون خیلی باند میشه به چیز از گفتم جفت رد میشه باعث خونریزی تو جنین میشه حالا دیگه ویتامین تا ریدوکتیز اینهیبیتش میکنه دیگه چون این باعث میشد که ویتامین کا که اپوکسی شده برگرده به حالت اکتیوش ولی دیگه اگه اونجا اینهیبیت کنیم دیگه نمیتونه برگرده واسه ویتامین کا اینهیبیت وارفارین دیکومارول آسنو کومارول که وارفارین اورالیه فقط دبیگاتران اونلی فاکتور 2 ریواروکسابان اونلی فاکتور 10 آنیزیدون دیکریز میکنه پروترومبینو آنیزیدون دیکریز میکنه پروترومبینو پروستاگلندین آی توی همون پروستاسیکلین مثل اپوپروستنول مثل چی اپوپروستنول اینهیبیت میکنه پلاتلت اگریگیشن مثل آی تو اونجا نزدیمی همون اپوپروستنول آسپرین اینکریز میکنه ترومبین کلاتینگ تایمو و اینهیبیت میکنه ترومبوکسان آتو رو دیپیریدامول اینهیبیت فسفودیستریز آنتی پلاتلت اگریگیشن اینهیبیت آدنوزین کمپا زیاد میکنه تیکلوپیدین کلوپیدوگرل اینهیبیت پی تو وای 12 که آدنوزین دیفوسفیت رسپتوره اما کلوپیدوگرل اونجا جز چیزا نگفتیم تیکلو چرا اون رو داریم تیکلوپیدین کلوپیدوگرل یا یکی دیگه هم اونجا بود تو فلش کرد اضافه تر هم داشت یکی آبسیکسیما تریوفیبان
آب سیکسی ما بتری و فیبان گلیکوپروتین تو به تیری آ آنتاگونیست بودن که اینا رو نمیداشت پتا تلزا به هم جمع بشن که بعد نیزن آنجا با هم نمیشدن. اپوپروستنول پروستگلن یعنی چی؟ آی تو اپوپروستنول جمع داشت اپوپروستنول باعث چی میشه؟ اینهیبیت پلاتلت اگرگیشه. حالا کیا فیبرینال رو لیز میکنن؟ استرپتوکاینیز، یوروکاینیز، آلتابلیز، دوتابلیز، رتابلیز، تنکتابلیز. یار که بگو؟ استرپتوکاینیز، یوروکاینیز، یوروکینیز، آلتابلیز، دوتابلیز، رتابلیز، تنکتابلیز. انگلیز پلاسمینوژن اکتیویشن. قبوله؟ برم سر داروهای ضد اسهال.